توی این قسمت میخوام یه دونه هیولا بکشم و اولین کارم هم میخوام انداختن یه دونه رنگ زرد لیموی خوش رنگ توی کارم باش میرم یه لایه دیگه انتخاب میکنم و لایه اولم رو میکشم سمت راست قفلش میکنم که هیچ تغییری توی لایه بگراند هم اتفاق نیفته لایه دوم رو انتخاب میکنم یه رنگ آبی خوش رنگ انتخاب میکنم الان میخوام از اینکینگ شروع بکنم سعی میکنم یه دونه تخمرق شکل بکشم یه دونه رنگ بندازم توش اصلا مهم نیست که بعضی جاهاش صاف و صوف نیست مثلا الان این قسمت نیاز داشت که یه کمی بیشتر باشه ولی اصلا اصلا مهم نیست چون ما الان میخوایم یه دونه براش پشم و مو اینا بیاریم بکش بندازیم دورش برای همین خیلی به چشم نمیاد پس با همین رنگی که دارم شما میتونید با همین براشه که گفتم ابسترکت اسپکول استفاده کنید من میخوام از براشه خودم استفاده کنم و الان میخوام از براش شماره یکم استفاده کنم خب اینا رو من یک کمی بزرگش کنم که شما ببینید ببینید میخوایم یه جوری سایه بزنیم که این قسمت های خطا دیده نشه ببینید این براش با حاله این افکت براشه که درست کردم الان ما این خطه رو نمیتونیم ببینیم خب و جاهایی که میتونید خط تر ببینید باید یکم بیشتر بکشید که کامل اون خط از بین بره الان که اون خط از بین رفته من میخوام برم رنگم روشن‌تر کنم یه رنگ روبه سفید و الان این قسمت ها رو میزنم با سعی کنید که سایز براشتون رو عوض نکنید ما نصفه کار رو انجام دادیم اینجوری این افکت رو بهش دادیم الان میخوام برم کلا سفید بردارم سفید رو که برداشتم از این خط بکشم میبینید خط سفید رو الان دیگه سفیدیش خیلی بیشتر شد و حواستونم باشه که این باید فید باشه یه رنگ تیره تر برمی داریم تیره تر از این آبی که داشتیم حالا اگر مطمئن نیستین این آبی که داشتیم چی هست یه انگشتتون رو میذارین روی این مربع و دستتون رو روی این میگیرید و این عوض میشه به رنگ آبی که انتخاب کردید من میخوام یه کوچولو تیره ترش رو بردارم و این قسمت ها چون که توی سایه افتاده سایش بزنم فشار دستتون خیلی مهمه بچه ها کنترل کنید دوباره برای این که این رنگ ها ببینید رنگ ها خیلی تو هم فید نیستن میبینید ما این خط فرا رو میتونیم توی همدیگه ببینیم برای این که این رنگ فرا یه کمی توی همدیگه فید بلند بشه میرم همون رنگ آبی روشن و برمیدارم یک کمی سایز فرم و بزرگتر میکنم و اینو میکشم توی کارم که یک کمی بلند بشه چو چیزی که میخوایم مرحله دو اینه که میخوام این شیپی که اینجا کشیدم رو یک کمی شکلش بدم برای همین میرم توی اجاسمنت ها بعد این لیکویفای رو انتخاب میکنم مطمئن میشم روی گزینه پش هست و بعد پرشرش هم سعی کنیم بذاریم مثلا روی شست دیستورشن و مومنتومش هم باید صفر باشه خب الان میخوام یک کوچولو این پایینش رو بدم بالاتر یکم سرش رو کوچی کنم الان فکر کنم درست شد بعد که درست شد مطمئن شدید میزنید روی این گزینه آبی و این میمونه خب الان میرم یه دونه رنگ آبی که به این بخوره رو برمیدارم یه لایه اینجا اضافه میکنم لایه رو میگیرم میارم میندازم بعد از لایه بکگراندم هم. که همین لایه یکی هست که قفلش کردیم و میریم توی این کینگ استودیو پن رو برداشتم الان میخوام براش دست بکشم هر دستی دوست داشتید هر شکلی فکر کردید باحال حال میشه رو میتونید انجام بدید خب حالا یه پای کوچول و خوشگلم براش بکشیم این مامانی بشه اینم از این خب الان که این کارا رو انجام دادیم اینو یه لایه روش میگیریم یه دونه کلیک میکنیم روش و میزنیم کلیپینگ ماسک یه رنگ تیره تر رو بر میداریم میریم براشمون رو عوض کنیم ب براش ماتریال و اولد سکین حالا من نشونتون بدم که چطوری اینجا رو سایه میزنید بچه اگه نمیدونید که چجوری باید سایه بزنید و رو خیلی خوب متوجه نیستید من گوشه سمت راست این بالا یه لینک براتون میذارم که برید و نگاه کنید این ویدیو خیلی به دردتون میخوره این براش علاوه بر این که به همون سایه میده یه دونه جنسیت هم میندازه روی کارمون و کارمون فلت از آب در نمیاد. من دوست دارم جاهایی که زیر هستن دیده نمیشن سایه میخورن اینا رو تیره بکنم جاهایی که گودی داره رو تیره کنم جاهایی که کفر رو تیره کنم و بقیه جاهایی ها باید روشن باشن یا یه رنگ مشابه بخورن دست و پاشم کشیدیم حالا من بدم نمیاد برم دو تا دونه شاخم روی سرش بذارم پس یه لایه دیگه اضافه میکنم با همون رنگ تقریبا آبیه با اینکینگ استودیو پن یه دونه شاخ اینجا میذارم رنگ میندازم توش بچه برای رنگ انداختن خیلی مهمه که حتما بسته باشه ببینید این رنگ میگیره ولی من اگر اینجوری کنم این قسمت بسته نباشه رنگتون پخش میشه پس این حتما هواستون باشه یه شاخ کوچولوی دیگه هم اینجا پس این شد دو تا شاخ براش دوباره همین دو تا شاخه رو هم میتونیم تیره کنیم پس یه دونه لایه دیگه روش میزنیم کلیپینگ ماسک میزنیم میریم براشمون رو عوض میکنیم توی متریال ولی این سری نویز براش رو انتخاب میکنیم با رنگ تیره تر با رنگ تیره تر این وسط رو میزنیم و با رنگ روشن تر این قسمتی که نور میزنه رو میزنیم نوبت چشماش برای چشماش یه لایه دیگه ما درست میکنیم بچه ما چرا یه لایه دیگه هی لایه لایه درست میکنیم برای این که میخوایم هر لایه ای رو که میکشیم هر قسمتی اجزایی رو که میکشیم حتما قابل ادیت شدن باشه اگر همه اینا رو ما توی یک لایه بکشیم بعدا قابل ادیت شدن سایه زدن عوض کردن اینا نیستن مثلا الان من این قسمت سفیدی رو دادم اگر لایر جدا نمی کردم بعد الان همه رو پاک می کردم ولی الان چون لایر جدا کردم میتونم سفید رو کم کنم زیاد کنم خب برای چشماش یه دونه رنگ سفید استفاده کردم و استودیو پن مطمئن شید که لایتون حتما روی این تنه هیولا باشه وگرنه نشون داده نمیشه یه دونه چشم بزرگ میکشم چون مطمئن نیستم دایره هست یا نه دستم نگه میدارم خودش به هم دایره میده یه چشم دیگه هم اینجا میکشم و دستم نگه میدارم و دایره بهم به میده اینجا اگر دایره نشه به هم دو تا آپشن میده که یکی سرکل هست که یعنی دایرهش میکنه و یکی حالت لوزی تور نگهش میداره خب من میخوام ادیتش کنم به سرکل یا همون دایره الان رنگو میندازم یه دونه تو این یه دونه تو این خب میرم یه لایه یه دیگه رنگ مشکی با همون براشم یه دونه اینجا میکشم یه دونه کچکترم اینجا میکشم رنگو میندازم و حالا نوبت چیه؟ نوبت اینه که برم یه دونه لایه زیر این قسمت سفیدی چشمم باز کنم رنگ آبی تیره انتخاب کنم توی قسمت براشم همون براشی که انتخاب کرده بودم رو بردارم و با رنگ تیره تر سعی کنم بکشم دور تا دور چشمه که اون حالت تیرگی رو تیرگی دور چشم رو به هم بده فشار دستتون خیلی مهم ببینیم اگه اینجوری کنم با تمام وجودم اینجوری میشه رنگش پخش میشه ولی اگه خیلی آروم بکشم روی صفحه تقریبا چیزی میشه که میخوام و یه چیز دیگه بهتون بگم اگه خیلی دوست دارین که این براش رو داشته باشید من با این براش نقاشه خیلی زیادی کردم میتونید اینو به هم یه مسیج بدید توی اینستاگرام و من بهتون یه شماره حساب میدم بعد از دادن این شماره حساب شما بعد از پرداختتون میتونید لینک دانلود رو داشته باشید و راحت دانلودش کنید و واردش کنید قیمتش هم خیلی چیزی نمیشه میشه 4-5 پوند انگلیس مدل 4-5 پوند انگلیس هر چقدر معادلش باشه اون روز همونقدر حساب میشه برای سایه زدن دور این یه دونه کلیک میکنید میزنی آلفالاک رنگ آبی کم رنگ برمیداری میری توی متریال و با همین نویز براش انتخابش میکنی و میکشیش دور تا دور سفیدی اگه حس میکنی خیلی کم رنگه چون من حس میکنم خیلی کم رنگه فکر کنم یه رنگ خاکستری مثلا بهش بدیم کارمون از آب در بیاد بعدش من بدم نمیاد یه رنگ مثلا نارنجی تورم استفاده کنم با همین براشه ولی اونم باز خیلی کم این قسمت هم همینطور با اون خاکستریه یه جوری سایه نزنید که این سفیدی کلن از بین بره ها سفیدیه باید بمونه خیلی مهمه و حالا روی قسمت مشکی چشم یه دونه لایه دیگه باز میکنیم یه دونه سفیدی رو به آره سفیدی برمی داریم میریم توی اینکینگ استودیو پن رو دوباره انتخاب کردم سعی میکنم که اندازه ی همین یه دونه دایره سفید بکشم بندازم توش اینم هم اندازه همین یه دایره سفید بندازم توش خب حالا این برای چیه این برای اینه که من الان برم توی لایم این قسمت این رو بزنم این اپاسیتی رو بیارم روی مثلا 35 درجه بعد برم پاک کنم و بردارم با پاک سافت براشم یک کوچولو اینو پاکش کنم که انگار فقط یه خط از اون بمونه انگار یه برق چشم افتاده توش یه همچین چیزی برای لبشم میخوام یه دونه لب خیلی 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 ساده بکشم و اونم اینه که یه دونه لبه اینجوری میکشم یه دونه رنگ مشکی میندازم توش یه رنگ قرمز خیلی تیره هم میکشم اینجا اینو آلفا لاک میکنم یه رنگ قرمز میکشم توش و بعد یه دونه سفید میکشم اینجا بعد میرم توی اجاسمنت ها توی اجاسمنت ها گاشم رو انتخاب میکنم ببینید الان روی صفر من میخوام قلم رو بذارم روی این رو بکشم به سمت راست بکنم روی 3 درصد اوکی باشه بعدش هم میخوام یه کمی اسماجش کنم ولی قسمت قرمزیش سعی میکنم اسماجش کنم تا قسمت سفیدیه رو قسمت سفیدی رو که رسیدین یه کمی باید این اپاسیتی کارتون رو بیارید پایین کمی هم اینجا رو پاک کنم الان میرسیم سراغ دندوناش، دندوناشم خب یه رنگ سفید برمیداریم، داریم، یه دونه استودیو پن برمیداریم داریم و سه تا دندونه کوچولو اینم از مانستر که کشیدم الان تاچ آخر میمونه تاچ آخر چیه؟ اینه که شما وقتی یک کاری رو انجام میدین سایه یه کارتون یا بیفته یا این دورور یه افکت داشته باشه که اون کارتون تو چشم بیاد خب من میرم توی بعد از این لایه بگراندم یه, رنگ، یه لایه دیگه انتخاب میکنم یه دونه رنگ آبی مثلا خیلی تیره که تقریبا به مشکی میخوره رو برمیدارم. سعی میکنم ایر براش رو انتخاب کنم سافت براش و بعد از این زیر شروع میکنم سافت براش رو میزنم تا اینجا ها زیر پاش نیاین، اگه زیر پاش بیاین خیلی کارتون قشنگ دیده نمیشه معمولا سایه زیر پا, زیر پا اگه بیفته رو ما نمیتونیم ببینیم مثلا یه همچین چیزی باشه فکر کنم کار را بندازه من معمولا یه سمتی که تیره هستم یه کوچولو سایه میزنم بعد که سایه رو زدم دوباره میرم توی اجاسمنت ها گاشن بلرم و انتخاب میکنم میکشمش به سمت راست تا راضی بشم از اون افکتش 16 خوبه یا دوازده هم خوبه خب دوازده خوبه فقط کمی اینجا تیره شد کمی من سعی کنم اینو کنم خب. خیلی خیلی ممنونم که منو نگاه کردین ویدئوهای بعدی رو چک